به نام خداوند پاک، سلام فراوان بر تک تک شما دوستای عزیز در هر کجای که هستین. از خداوند ها روزمند هستم که همیشه در زندگیتان خوشحال و صحتمند باشین و در کارهای روزمرهتان همیشه موفق و شادکام باشین. با همین امیدواری که همه شما خوش و خوشحال هستین، برنامه دلخواه خودتان را یعنی مالگرا آغازگر میشویم. در ابتدا مواد لازمه را روی صفحه تلویزیون تان لود کنین. مواد لازمه کباب با سالاد کیوی، گوشت سینه مرغ نیم کیلو، لیمو 4 عدد، کرم 1 عدد، مرچ دلمه 1 عدد، کیوی 2 عدد، پیاز 1 عدد، مایونیز 1 گیلاس، بوره میده شده 1 قاشق غذاخوری، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت، مرچ سیاه به قدر ضرورت. در ابتدا امی گوشت سینه مرغ اخته میکنم. خب ایره امی قسمت های روی زیره امرای کار کمک شق میزنم که امی آب لیمو و نمک و مرچ در بین نزی داخل شد. امی گوشت سینه مرغ به می ترتیب روش کمک کمک امرای کار شق میکنیم که امی مساله و آب لیمو داخل ازی بره. اینجا 4 عدد لیموست که 2 عددش میگیریم. گوشت سینه مرغ اخته میکنیم. قدیره بسیار ساده و آسان امی آب لیمو را بروی ازی پاش میتیم. همه نمک هم دروی ازی پاش میتیم. خب نمک پاش دادیم و یک مقدار کم مرچ سیاه بهش میدوزم. ایره برای چند دقیقه میمونم که این خوب اخته شد تا میزای لیمو نمک و مرچ سیاه را به خود بگیرم. ایره چند دقیقه میمونم تختاری برم تا گوشت سینه مرغ اخته میشه سالاد بر شما آماده میکنم. یک دانه کرم است ایره میده میکنیم. ایره به مشکلی که همیشه میده میکردیم مشکل خلال زرده گیره نازک نازک ریزه میکنیم. بسیار یک سالات ساده اما بسیار یک سالات مزه‌دار. میبینید دوستان عزیز که امی یک دانه کرم هم بسیار نازک نازک ریزه کردیم. شما میفهمین که کرم چقدر فواید زیاد داره. در ممالک خارج صرف از یک یا دو برگ کرم در یک دیگ بسیار کلان سوپ استفاده میکنن. اما شما کوشش کنین که به طریق خام و پخته از کرم استفاده کنین، به خاطر که کسایی که چربی خون داره بسیار زیاد برشان فایده داره. کوشش کنین که همیشه در غذایتان از کرم زیادتر استفاده کنین. کرم هم ریزه شد دوستوی. ایره یک بار میشویم. ایره یک بار میشویم و بعدا در چلاب صاف میندازم که آب شده.
پنیر در چلو سرخ کردیم میکنیم چند دقیقه میمونم که آبش مکمل بره. خب حالا بعض ترکاری دیگه هست اینجا ایره ریزه میکنم. یک دانه مرچ دلمه است ایره به اون شکل که کرم ریزه کردیم ایره ریزه میکنم. ایران به شکل خلال زردک ریزه میکنم نازک نازک البته. این سالاد بسیار مزه‌دار خوبش میه به خاطر از اینکه کرم و مرچ دلمه متوجه سینی کمک مزه که شیرین داره خوش آدم میه. و با می که من امروزی ماینز و بوری میده شده را مخلوط کنم طعمش زیادتر خوبش میسازه. خب یک دانه مرچ دلمه را به شکل خلال دیدین البته نازکتر ریزه کردیم. ظرف دیگه را میگیرم یه دوایی نشد افتاده کنیم. یک دانه پیاز داریم ایرام ریزه میکنم. کوشش کنیم که پیازم نازک نازک ریزه کنیم. خب بعض وقتا می باشه که بنجل میده بازار پیدا نمیشه یا بسیار قیمت می باشه نمیتونیم خریده. میتونین به طریقی که مسالات آماده میکنم بدون بنجل می شما میتونین که یک سالاد که بسیار مزه‌دار و ساده آماده کنید. دوستان از این سال هوا بسیار زیاد سرد شده و تقریبا نمی مرض ریزش و گریپ زیادتر شده. اگر دوستایی که خدای نخواسته به می تکلیف مبتلا هستن فقط یک دانه لیمو پیاز ریزه کنین کمک نمک دروش پاش بدین و یک دانه لیمو اما تو بدون نان چیز ایره بخورین اما سوخت و گلون و زکامتون فوق العاده و بسیار وقت کم جور می سازه. اگر خدای نخواسته دو نفر یا سه نفر زیادتر به مرض مبتلا بودن کوشش کنید چون مرض ساری است یک دونه یک پیاز در یک خانه بانین ریزه کنید یک مشقاب در یک تاقه خانه بانین یک دونه یک پیاز در یک مشقابه دیگه بانین در خانه دیگه همین میکروبی که هست مکمل یز بین میره انشالله به خاطر که ما شما میفهمین که پیاز میکروب کاش است و زود میکروب به خود جذب میکنه اما میکروبی که هست امور مکمل از بین میبره و خود جذب میکنه فقط باز پیاز او شما او صفته. پیازم یک برک ایرام دبای نزی انچولی موندیم که چند دقیقه کاغذی هم بره. دو دانه لیموست آب از ایرام میکشیم بالای مرچ دلمه اضافه میکنم. اینجا دو تا کبیس ایران پوست میکنم.
اگر شما خواسته باشین میتونین که کیوی را پوست کنین، ورق ورق کنین، ایره خوش کنین. باز بعدا ایره همراه چای شما نوشیجان کنین، بسیار یک ذائقه خوب و بسیار مزه دار داره و واقعا به حد خوشتان میاد. چون از اینکه بامی که ترشی داره کم شیرینی هم داره، وقتی که خشک میشه همه ترشی زیاد تقریبا از بین میره. تقریبا یک چیزی که شیرین چوکه بسیار مای خوش خوبش این خشک میشه. اینجا یک مقدار مایونز هست و اندازه یک گلاس هست. این را مخلوط میکنیم همراه مرچ دلمه. این را خوب مخلوط میکنم. دیدیم دوستای عزیز که آب لیمور هم در بینی از این انداختم و مایونز هم همراه مرچ دلمه. کرم هم آبش رفته. میره کم کم اندازم که خوب صحیح مخلوط شده. کرم مخلوط میکنم من روی مایونز و مرچ دلمه آب لیمو. خوب بم طریقه درستش که مکمل مخلوط شده. پیاز هم روی ازی مخلوط میکنیم. دیدیم که صرف سه نوع ترکاری بسیار ساده، مثلا مرچ دلمه، پیاز و کرم. یک قاشق نمک مندازم در بین و نیم قاشق مرچ سیاه، یک قاشق بوری میده شده. به شما قبلا نون گفتم بخاطر از اینکه اینا همشان تقریبا یک مزه که شیرین بخود داره و این بوری را که امروش مخلوط میکنیم زیادتری را مزه دار میسازه. من این قاشق مرچ سیاه انداختم دوستای عزیز. اگر شما دوست دارین که زیادتر تیزتر باشه مزیش، یعنی تندتر باشه، میتونین که شما یک قاشق یا دو قاشق پرتین. او مربوط میشه به خود شما. این تمامش مخلوط شد. ظرف دیگر میگیرم. ایره در بین ظرف دیگر میکشم. ایره به شکل لبینی دیش انوار میکنیم. سالاد تقریبا آماده شده، کم کار دیگهش مونده. ایره چند دقیقه میمونیم کمی ذائقه لیمو و مایونز و مرچ و سیاه و نمک به خود ای جذب کنه. کرایی را میمونم بالای منقل. روغن اضافه میکنم در بین زی. روغن یکم که مقدارش زیادتر میکنم به خاطر که بریان میکنیم گوشت سینی مرا. روغن میمونم که گرم شوه. ظرف دیگر میگیرم. دوستای عزیز، من همیشه براتون گفتیم وقتی که چیز را بیریار میکنین
به خاطر که روغنش جذب شوه کوشش کنین که از اغبار استفاده نکنین، به خاطر اینکه او کربن داره بسیار به سرطان نقص میکنه. روغن فکر میکنم گرم شده. فکر میکنم یک روی ازی سرخ شده، روش دار میدم. صرف از یک دانه بانجورمی استفاده کردیم به خاطر تزیین بیشتر ازی. و سالات هم شما دیدین کاماده شده بود، صرف از دو دانه کیوی ایده به این شکل دو چهار طرف از ایره برای نوک کارت کت کردیم و ایده به این شکل توتا کردیم. فقط از سه برگ گشنیز هم استفاده کردیم در روی زیماندی، همه قدر کفایت میکنه. دوستای عزیز، این بود سالات کیوی که بر شما آماده کردیم با یک شکل و دیزاین بسیار مقبول و یام کباب سینما. خدا کنه که مورد پسند شما دوستای عزیز هم قرار بگیره و شما هم بتونین در خانه‌هایتان آماده کنین و نوش جان کنین.